سلام، فاطمه هستم. امروز میخوایم در مورد فواید کندر و تب سوزنی صحبت کنیم. با ما همراه باشید. همه ما از فواید مصرف کندر چیزایی شنیدیم که برای تقویت حافظه و غیره خوبه، اما مستند و منبع معتبر چیزی ندیدیم و شاید همه چیز رو در موردش ندونیم. در این مطلب سعی کردم که با استفاده از کتب معتبر در زمینه طب سنتی و با بیان احادیث مربوط به کندر از فواید و کارایی کندر براتون بگم، به امید اینکه این داروی گیاهی پرفایده به دردتون بخوره و براتون سلامتی به ارمغان بیاره. 1. کندر به جای آدامس. چند سالی میشه که علاوه بر آدامس های قدیمی و همیشگی، چندین مدل آدامس توی بازار اومده که نه تنها تنوع و طعم‌های متنوعی داره، بلکه در ساختش به سلامت دندون‌ها بیشتر توجه شده. همونطور که میدونید مصرف آدامس باعث پوسیدگی دندان میشه. خب با هزینه‌های گزاف دندون پزشکی، جز جوونا بقیه افراد جامعه چندان میل و رغبتی به جویدن این خوشمزه پرضرر ندارن. ولی بهتره بدونید اون قدیما آدامس جویدن سن و سال نمیشاخت، همه استفاده میکردن و جالب این که دندونا هم سالمتر بودن، آخه آدامسشون کندر بود. از حضرت علی علیه السلام حدیث داریم که میفرمایند کندر زیاد بجوین که با جویدنش خواصش بهتر به بدنتون میرسه و یکی از خواصش اینه که دندان رو محکم میکنه. 2. دفع بلغم بدن. از ویژگی‌های افرادی که غلبه بغلم دارن اینه که زیاد تشنه نمیشن و آب دهنشون زیاده، موهای کم پشتی دارن، حافظه ضعیفی دارن، اهل کارهای پرتحرک نیستن، عاشق گرمی و شیرینی‌جات هستن، نفخ مدام اذیتشون میکنه و همینطور که گفتیم و البته بر اساس روایات، برای دفع بلغم بهترین راه جویدن کندره که میتونه تمام عوارض ناشی از بلغمی مزاج شدن رو از شما دور کنه. 3. بوی بد دهان رو میبره. شاید برای خیلی ها پیش اومده باشه که در دوره از زندگی دچار بوی بد دهان میشن و به انواع مواد بهداشتی، خمیردندونای جور با جور، انواع دهانشویه و در نهایت شاید به آدامس های خوشبو کننده روی آورده باشید. اما بد نیست بدونید که گاهی بوی بد دهان به خاطر رسوب خلط عفونی توی معده است، یعنی به خاطر خوردن زیادی غذاهای سرد و تر یه خلط توی معده رسوب میکنه که اگه از بین نره فاسد میشه و حالت عفونی به خودش میگیره و بوی بد رو همیشه همراه ما میاره. البته ممکنه این رسوب از غذای سرد و خشک هم باشه که با کندر دفع نمیشه. پس اگه رسوب معده بلغمی بود میشه با جویدن کندر که طبع گرم و خشک داره این رسوبات رو از معده دفع کرد. همونطور که در حدیث از حضرت علی داریم که میفرمایند جویدن کندر بلغم رو دفع و بوی بد دهان رو از بین میبره. 4. زیاد شدن حافظه با کندر. بلغمی مزاج ها در صورتی که تعادل مزاج نداشته باشن و در صورتی که فرد دچار رسوب خلط بلغمی در بدن شده باشه، بیشتر از بقیه در معرض بیماری مثل افسردگی و کاهش حافظه، مشکلات خواب، نفخ معده، یبوست و دردها و التهاب های مفصلی، مشکلات بارداری، کاهش میل جنسی و تغییر در قاعدگی ها قرار میگیره. از این جهت اگه دچار مشکل بلغم باشید با جویدن کندر بلغم بدنتون دفع میشه و علاوه بر تقویت حافظه، خواب منظم و سایر بیماری‌هایی که گفته شد ازتون دور میشه. از حضرت امام رضا علیه السلام حدیث داریم که میفرمایند کندر زیاد بجوید که بلغم رو از بین میبره و عقل رو زیاد میکنه. 5. درمان مشکلات دستگاه گوارش. حدیثی از امام رضا علیه السلام داریم که میفرماید کندر بخورید که در هضم غذا و گوارش کمکتون میکنه. از همین رو در طب سنتی درمانی وجود داره برای کسایی که دچار مشکلات گوارشی مثل اسهال حاد و مزمن و نفخ شکم یا کولیت ساده هستن. میتونن با دستور دارویی که در ادامه میگیم بیماریشون رو درمان کنن. تخم خرفه 15 گرم، گل ارمنی 15 گرم، کندر 5 گرم، مازو 15 گرم، گلنار 10 گرم و اینها همه رو آسیاب کنید و یک قاشق مرباخوری قبل از هر غذا میل کنید. فواید مصرف کندر در بارداری.
در حدیثی که از امام رضا علیه السلام نقل شده با همین مضمون میفرمایند که زنان باردار کندر بخورن، اگه جنین پسر باشه باهوش و پاک دل و دلیر، و اگه دختر باشه اخلاقش خوب و استایلی همسرپسند پیدا میکنه. البته که بلغمی شدن مزاج در بارداری و تبعات مشکلات زیادی برای مادر به وجود میاره و کندر داروی گیاهیه که برای دفع بلغم و بهبود حال عمومی مادر مفیده و از معدود داروهایی که در دوران بارداری نه تنها ضرر نداره که مصرفش توصیه شده. همچنین توی حدیثی دیگه از پیامبر اکرم نقل شده که میفرمایند زنان باردار کندر بخورن، چرا که باعث میشه فرزندشون هوش و حافظه بهتری داشته باشه. امیدوارم که مطالب امروز براتون مفید بوده باشه. ممنون که با ما همراه بودید.